جهان دانش، نوآوری در آموزش با همکاری وایز، طرحی ابتکاری از بنیاد قطر. از نظر تاریخی بحث‌های بسیاری درباره استفاده از زبان اشاره یا زبان شفاهی در آموزش ناشنوایان صورت گرفته، اما امروز فناوری‌ها و رویکردهای نوآورانه فرصت‌های تازه‌ای را برای این افراد به وجود آورده است. اگر کودکان ناشنوا امکان توسعه استفاده از زبان اشاره را نداشته باشند، چگونه از آموزش لذت خواهند برد؟ و اگر هرگز کتابی به زبان بومی خود نخوانده باشند، چگونه شوق خواندن خواهند داشت؟ ببینیم در آرژانتین چگونه کتاب‌های داستان را با نیاز این کودکان تطبیق می‌دهند. در آرژانتین بیش از 80% جامعه ناشنوایان از نظر عملی بی‌سوادند و افراد محرومی هستند که معلول و ناتوان به حساب می‌آیند. اما برخی نهادهای مدنی کتابخانه ای از ویدیوهای آموزشی آنلاین برای خواندن داستانها به زبان اشاره ایجاد کردند که در نوع خود یگانه است. آزول دختر بچه ای ناشنواست که مانند بیش از 90% کودکان ناشنوا در آرژانتین در یک خانواده شنوا به دنیا آمده است. در چنین خانواده هایی بدون وجود یک کانال ارتباطی موانع روانی مهلکی رخ می نماید. ویدیوهای آموزشی می تواند کمکی هم برای کودکان و هم برای آشنایی والدین با زبان اشاره مورد استفاده در آرژانتین باشد. از طریق روش خواندن دخترم آزول ما نیز زبان آنها را یاد می گیریم. مدرسه اوسفالدو برای کودکان ناشنوا یکی از اولین مدرسه هایی بود که توصیه ویدیوهای آموزشی برای استفاده از الگوی دو زبانه را به کار برد. ما بحث و بررسی در مورد این رویکرد جدید آموزشی را آغاز کردیم، یعنی روشی که آموزش را با سخن گفتن کودکان ناشنوا به زبان خودشان تلفیق می کند. برای نمونه زبان اسپانیایی به عنوان زبان دوم و برای دسترسی به فرهنگ جهانی و محتوای آموزشی، ولی از طریق زبان اشاره مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که ویدیوهای آموزشی شامل ترجمه محتوای ویدیو نیز هست، در کنار استفاده در کلاس، کارگاه‌های آموزشی برای مادران و پدران و کودکان شنوا نیز دایر می‌شود. به این ترتیب از طریق ویدیوهای آموزشی کودکان به زبان، فرهنگ و محتوای داستان دسترسی می‌یابند. وقتی بزرگ بشم دوست دارم مطالعه کنم. این ویدیوهای آموزشی به وسیله افراد شنوا و ناشنوایی تهیه می شود که تحت هدایت سیلوانا واینبرگ از نوآوری‌های ویژه استفاده می کنند. برای این کودکان بزرگ شدن در تنهایی بسیار مشکل است. از کاربرد ویدیوهای آموزشی به عنوان راهی برای آشنا کردن آنها با فرهنگ و با شخصی که به کمک او مسائل را بشناسد استفاده می کنیم. در سال 1880 یک کنفرانس مربیان در آمریکا استفاده از زبان اشاره در کلاس درس را ممنوع کرد. قانونی که اجرای آن دشوار و ضربه‌ای جدی برای جامعه ناشنوایان بود. اما اکنون شرایط چگونه است؟ در این گزارش با معلم ناشنوایی آشنا می‌شویم که تلاش می‌کند بر شکاف بین مردم شنوا با ناشنوایان و کم شنوایان پلی بزند. در محل کارم من به عنوان یک هنرمند به مدت 12.5 سال مشغول کار بودم. یک روز اعلام شد که شرکتی که کار میکنم در حال تعطیل شدن است. با خودم فکر کردم که من واقعا دوست دارم که برگردم و به افراد ناشنوا کمک کنم. و اکنون مشغول تعلیم زبان اشاره در آمریکا به مردم هستم. اینها که آموزش میدهم ناشنوا نیستن، اما خوب است زیرا به این وسیله به آنها کمک میکنم تا ناشنوایی و جهان ناشنوایان را درک کنند. اینطور بهتر است. بسیاری از مردمی که شنوا هستند از این بیمناکند که کودکانشان ناشنوا متولد شوند. آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آنها به چیزهایی مانند حلزون گوش توجه میکنند که شبیه افراد شنواست و من بیشترین تلاشم را میکنم تا به آنها بیاموزم که درک بهتری از افراد ناشنوا داشته باشند. به سراغ هر کس می آمدم می گفت ناشنواست. کلاس ساکت بود و من واقعا عصبی بودم. خدای من، نمی دانم چگونه از پس این مشکل برآیم. اما چاره ای نیست جز آنکه خود را به وسط صحنه بکشانیم و زبان آنها را یاد بگیریم. در اولین روز اگر دانش آموزان پرسشی داشتن روی کاغذ می نویسند. برای مثال اگر خواستن به حمام بروند، من به آنها زبان اشاره این کار را نشان می دهم و آنها خواهند گفت علامتی برای این کار وجود دارد و به این ترتیب یاد می گیریم که چگونه به پرسش هایشان پاسخ دهم.
و این ساختن بخشی از پل بر روی شکاف بین زبان آنها و زبان من است. بیشتر مدرسه های ناشنوایان ترجیح می دهند که مدرسان آنها مدرک دانشگاهی داشته باشند. بنابراین من به کالج هانتر در نیویورک برگشتم تا مدرک دانشگاهی خودم را بگیرم. یکی از الزامات برای گرفتن شغل گواهی دولتی برای تدریس است. بسیاری از افراد شنوا می توانند امتحان مربوطه را بگذرانند زیرا انگلیسی زبان اولشان است. مهارت در زبان اشاره کافی نیست یا مربوط به شغل نیست، ولی هنوز اجازه دارند برای آموزش کودکان ناشنوا از آن استفاده کنند. در حالی که یک شخص ناشنوا زبان خود را دارد و می تواند با دیگر دانش آموزان ناشنوا ارتباط برقرار کند، اما امکان آن برایش فراهم نیست زیرا آنها نمی توانند امتحان کتبی را بگذرانند. بسیاری در شگفتند که بتهوون پس از آغاز از دست دادن شنوایی خود چگونه توانست به آهنگسازی ادامه دهد. اما اگر شما بتوانید صدای یک ویولونسل یا ارتعاش یک فلوت را حس کنید چطور؟ احساس صدای یک دوهل یا ارتعاش یک ویولونسل با تمام وجود موضوع برنامه است به نام موسیقی را حس کن که ارکستر مالر در سوئیس اجرا می کند. در بعضی از کشورهای اروپایی موسیقی دانان این ارکستر ابتدا با کودکان ناشنوا و کمشنوا در کلاس دیدار و در گام دوم آنها را به ارکستر دعوت می کنند. در حال حاضر سه مدرسه در زوریخ و اطراف شهر لوسرن در این برنامه شرکت دارند. این برنامه است برای بالا بردن سطح زندگی هم کودکان و هم هنرمندان موسیقی. فکر میکنم وقتی کودکان نزدیک نوازندگان مینشینند و کار آنها را میبینند متوجه میشوند که انرژی چگونه منتقل میشود و این موجب زیبایی لحظاتی است که کودکان در میان ما هستند و تجربه جدیدی میکنند. ما خوشحالی و حرکت های خودانگیخته آنها را هنگامی که مثلا صدای موزیک ناگهان بالا میرود میتوانیم حس کنیم. کودکان صدای آلات موسیقی را تجربه و آنها را لمس میکنند. زیر پیانو مینشینند و حرکت های نوازنده را میبینند و این شوق متقابل ایجاد میکنند. حس خیلی خوبی بود زیرا تعداد زیادی ویولون در ارکستر بودند و احساس ارتعاش آنها خیلی زیبا بود. من توانستم آلات موسیقی را با دست و بازوی خودم لمس و با تمام بدنم آن را حس کنم. همه آلات موسیقی ارتعاش های خود را به بدن من منتقل می کنند. احساس موسیقی بخشی از برنامه این ارکستر در زنجیره ای از کنسرت هاست که با نام سفر بتهوون به اجرا در می آید. در این کنسرت ها که از سال 2012 تا کنون در بسیاری از شهرهای اروپا اجرا شده، 45 نوازنده و موسیقیدان از جمله اوفه اندرسنس، پیانیست و آهنگساز نروژی شرکت کردند. موسیقی رام ناشدنی است، همواره مرزها را در هم می شکند، اما سپس حالت خصوصی تر پیدا می کند و در پیانو جاری می شود. نواختن مکرر دو نوت ارتعاش ایجاد می کند و احساس پرواز به ما دست می دهد. من مطمئنم که همه اینها به طرز شگفت‌انگیزی با دیگران ارتباط برقرار می کند. از ماه مه 2012 تا کنون کارگاه آموزشی در 8 کشور اروپایی دایر شده و 150 کودک ناشنوا در آنها شرکت کردند. این کودکان سپس دعوت شدند تا تجربه و احساس خود از ارکستر را به تصویر کشند. پس از اجرای هر برنامه ما تعدادی از تصاویری را که کودکان با موضوع موسیقی را حس کن نقاشی کرده و در نمایشگاه سالن کنسرت قرار دادند انتخاب می کنیم و با داستانی که خود آنها از این تصاویر نقل می کنند به تماشای عمومی می گذاریم. این تصاویر نشانگر تعامل این کودکان با موسیقی است و هدف اصلی ما را برجسته می کند. ارکستر مالر با همراهی پیانیست نروژی اوفه اندرسنس کنسرتو پیانوی شماره 5 بتهوون را در جشنواره لوسرن اجرا می کنند. در حالی که کودکان ناشنوا و کمشنوا در میان حضار نشستند و در پایان با تشویق خود احساسشون را بیان می کنند.
آیا شما تا کنون از دست دادن شنوایی را تجربه کرده و یا معلم کم شنوا داشته اید؟ می توانید تجربه آموزشی خود در این زمینه را از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در میان بگذارید. تا برنامه آینده سپاس از شما. جهان دانش در همکاری با وایز، طرحی از بنیاد قطر.